سرخط مهمترین خبرها. خلق فاجعه از سوی طالبان در شمال افغانستان. نشست دیگر مخالفان سیاسی طالبان در آلمان. نبیل در واکنش به سخنان عبداللهیان: از همفکری آخند و طالب نمیتوان توقع بیشتر داشت. ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران: حاضریم طالبان را در امر مبارزه با مواد مخدر کمک کنیم. نواز شریف: اعتبار جهانی پاکستان به بهبود روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه بستگی دارد. و امریکا برای حمایت از پناهجویان افغانستان در پاکستان 77 میلیون دلار کمک کرده است. سلام دوستان، به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. نشست مخالفان سیاسی طالبان این بار در آلمان. شمار از فعالان سیاسی در نشست که حزب شهروندان افغانستان در آلمان برگزار کرده بودند شرکت کرده و درباره ساختار سیاسی آینده افغانستان بحث کردند. حزب شهروندان افغانستان کنفرانس را روز شنبه 8 قوس در دانشگاه آلمان زیر عنوان کنفرانس ملی نظام سیاسی کارآمد و صلح پایدار در افغانستان برای مدت یک روز برگزار کرد. در این نشست یک روزه چهره های مثل محمد عمر داودزی، شکری بارکزی و جنرال خدایداد شرکت داشتند. حزب شهروندان افغانستان ابراز امیدواری کرده است که بر آینده این نشست ها نقشه رای مطمئن برای آینده افغانستان باشد. در کنار مقام ها و برخی نمایندگان پارلمان حکومت پیشین، شمار از استادان دانشگاه و فعالان مدنی نیز حضور داشتند. زاکر حسین ارشاد، رئیس حزب شهروندان افغانستان، با اشاره به نشست های اخیر در مسکو، دوشنبه و ویانا گفت که حزب او تلاش می کند به جای پرداختن به کلیات، مستقیما روی نیازمندی های واقعی و محورهایی که بتواند الگوی فردای افغانستان را مشخص کند تمرکز می کند. وی تاکید کرد که نظام سیاسی و نوعیت این نظام یکی از آن محورهاست که آنها درباره آن بحث می کنند. در هفته ها و ماه های اخیر نشست های متعدد با حضور چهره های شناخته شده مخالف طالبان در کشورهای مختلف برگزار شده است. اخیراً گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان گفته بود که این نشست ها با حمایت برخی کشورهایی که در افغانستان مانع استراتژیک هستند برگزار می شود تا طالبان را تحت فشار قرار دهند. خلق فاجعه از سوی طالبان در شمال افغانستان. طالبان یک فرمانده پیشین خیزش مردمی و همسرش را در تخار کشتند. منابع محلی در تخار به خبرگزاری آماید نیوز گفتند که استخبارات طالبان یک فرمانده پیشین نیروهای خیزش مردمی به نام بشیر را با همسرش کشتند. به گفته این منبع، این رویداد شب گذشته شنبه 8 قوس در روستای کتقروق ولسوالی اشکاشم تخار رخ داده است. طبق گزارش منبع، او 6 روز پیش از پاکستان به امید عفو عمومی طالبان به خانه اش برگشته بود. مسئولان محلی طالبان در تخار تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. گفتنی است که پس از سلطه طالبان بر افغانستان، با وجود عفو عمومی از سوی این گروه، صدها کارمند و نظامیان حکومت پیشین به بهانه های مختلف بازداشت، زندانی، شکنجه و در موارد به قتل رسیدند. نبیل در واکنش به سخنان عبداللهیان: از همفکری آخن و طالب نمیتوان توقع بیشتر داشت. رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی کشور، به اظهارات اخیر حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران که گفته است طالبان داعش نه بلکه بخش از واقعیت امروز افغانستان هستند، واکنش نشان داده و میگوید که از همفکری آخن و طالب نمیتوان توقع بیشتر داشت. نبیل شنبه شب 18 قوس در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که در این اظهارات عبداللهیان ضرب المثل مشهور فارسی کبوتر با کبوتر، باز با باز کند، همجز با همجز پرواز به درستی سخت می کند. بیشتر رسانه های ایرانی به نقل از وزیر امور خارجه این کشور گزارش دادند که وی در یک نشست دانشجویی طالبان را یک واقعیت امروزی در افغانستان خوانده است. عبداللهیان افزوده است طالبان داعش نیستند بلکه بخش از واقعیت امروز افغانستان هستند و بخش از طالبان امروز با داعش می جنگند و باید برای امنیت و ثبات بیشتر در این کشور همسایه تلاش کنیم. این مقام ایرانی پیش از این گفته بود که فرماندهان ارشد و رهبران داعش از عراق، سوریه و لیبیا به افغانستان منتقل شدند. این در حال است
که شمار از مقامهای حکومت پیشین طالبان را همسو با گروه داعش می دانند. ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، حاضریم طالبان را در امر مبارزه با مواد مخدر کمک کنیم. امیر عباس لطفی، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران می گوید که این کشور آماده است به طالبان در خصوص مبارزه با مواد مخدر کمک کند. لطفی این اظهارات را روز شنبه 8 قوز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه ایران مطرح کرده است. او با بیان اینکه رخدادهای گذشته بسیاری از زیرساخت‌های افغانستان را نابود کرده افزوده است. مشکل اصلی کشور افغانستان نداشتن زیرساخت‌ها، عدم توجه و موضوع ناتوانی اقتصادی است. با واقع این کشور از فقر رنگ می‌برد که ما آمادگی داریم که با همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیردخل برنامه‌های توسعه‌ای را در این کشور ایجاد کنیم. پیش از این دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفته بود که دای طالبان در خصوص کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان فقط یک شعار بوده و در عمل چیز از این گروه ندیدن. نواز شریف، اعتبار جهانی پاکستان به بهبود روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه بستگی دارد. نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان بر بهبود روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه از جمله پاکستان، هند و ایران تاکید کرده است. بر بنیاد گزارش روزنامه پاکستانی، شریف روز شنبه 8 قوز در نشست در لاهور پاکستان گفته است که اعتبار جهانی پاکستان بر روابط دوستانه با کشورهایی که این کشور با آنها مرز مشترک دارد بستگی دارد و گفته ای وی پاکستان نمیتواند انتظار داشته باشد که در صحنه جهانی جدی گرفته شود اگر کشورهای همسایه از آن ناراحت باشند. نخست وزیر پیشین پاکستان افزوده است که بهبود روابط با هند، افغانستان و ایران و تقویت روابط با چین در دستور کار حزبش قرار دارد. امریکا برای حمایت از پناهجویان افغانستان در پاکستان 77 میلیون دلار کمک کرده است. تام وست، نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان می گوید که ایالات متحده در سال جاری 77 میلیون دلار از طریق سازمان ملل به پناهجویان اهل افغانستان در پاکستان کمک کرده است. وست ناوقت روز شنبه 8 قوس در صفحه اکس خود نگاشته که امریکا 9 میلیون دلار نیز از طریق سازمان بین‌المللی مهاجرت و زلزله زدگان اخیر در افغانستان کمک کرده است. او گفته است که با پناهندگان اهل افغانستان در پاکستان هم دیدار داشته و درباره زندگیشان شنیده است. نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان خواستار حفاظت از پناهندگان شده است. این در حال است که تام وست چهارشنبه شب 15 قوس از آغاز سفر در روزش به چندین کشور از جمله پاکستان خبر داده بود. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافی از ویدیو را لایک و چینل ما را سابسکرایب کنید.